سلام به جلسه چهارم و مجموع ویدیوهای آموزش ریتخانی خوش اومدین تو این جلسه میخوایم به دیرند هایی که تا الان یاد گرفتیم الگو دولا چنگ رو هم اضافه کنیم و با ترکیبشون با هم دیگه یه سری الگوهای ریتمیک جدید رو تمرین کنیم حتما شده که توی یه سری قطعات دیدین که الگوی دولا چنگ اومده و اجرا رو یه مقدار براتون با چالش همراه کرده تو این ویدیو میخوایم با همدیگه توی بازی زمانی کوتاه یاد بگیریم که چطور الگوهای ریتمیکی که توشون دولا چنگ هست رو روی سازمون راحت اجرا کنیم پس با آن همراه باشید خب همونطور که میدونید الگوی نوت دولا چنگ معادل یک چهارم ضرب تو میزان نمای ساده یعنی سه چهار دو چهار و چهار چهار اجرا میشه به این معنی که فرض کنید اگر که ما ضرب اون رو به چهار بخش تقسیم کنید توی دست زدن دو تا نوت توی رفت داریم دو تا تو برگشت یعنی چهار بخش میشه یک دو سه چهار یک دو سه چهار حالا اگر ما روی هر کدوم از این عدد ها یه دونه نوت بزنیم داریم یه دونه نوت دلار چنگ اجرا کنیم یک دو سه چهار دو 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 دو, دو میفا دوره می فا ر می فا سل می فا سل سل لا سی دو من الان چهار تا گروه چهار تایی از نوتای دولا چنگ اجرا کردم مدل دیگه که میتونیم حساب کنیم اینه که این ضربمون در نظر گرفته بشه و اینها نوتای دولا چنگ روی هر ضرب چهارتا تا حرکت میکنن انگشتام یک دو سه چار یک دو سه چار یک دو سه چار. پس هر کدوم از این انگشت ها معادل یه دونه نوت دولا چنگ میشه پس به همین آسونی میتونیم الگوی نوت دولا چنگ رو بشماریم و حسابش کنیم حالا ما میتونیم برای شمارش از لفظ یک او و او استفاده کنیم به جای یک دو سه چار یعنی ما فرض کنیم که یه دست زدن اون برای دو تا دونه نوت چنگ بود یک و دو و حالا بعد یک و بعد و یه او اضافه کنیم یک او و او دو او و او سه او و او چهار او و او یا بشماریم یک او و او دو او و او سه او و او چهار او و او به همین آسونی خب حالا که نحوه شمردن نوت دو رو یاد گرفتیم میایم با هم دیگه شش تا الگویی که خیلی پرکاربرده و توشون نوت دو استفاده میشه رو با هم دیگه تمرین میکنیم الگوی شماره یک اون خیلی آسونه کافیه که چهار تا دونه نوت دو کنار هم باشن فرض کنید که من دارم ضرب میگیرم و میخوام چهار تا دو اجرا کنم به این صورت میشه یک دو سه چهار دو دو سه چهار سه دو سه چهار چهار دو سه چهار یا میتونم بگم یک او و او دو او و او سه او و او چار او و او یعنی من الان اینجا دارم روی سازم میزنم یک او و او دو او و او سه او و او چار او و او خیلی راحت میشه اجراش کرد دیگه کاری نره یا اگه بخوایم با دست زدن بریم دو تا توی رفت دستمون نوت اجرا میکنیم دو تا تو برگشت میشه دو, دو 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 یک او و او دو او و او پس الگوی چهار تا دونه نوت دولاچنگ خیلی آسون بود بریم الگوی بعدی الگوی بعدی اون یه دونه چنگ و دو تا دولا چنگ خب اگه من بخوام یه دونه چنگ و دو تا دولا چنگ اجرا کنم فرض میکنم که دو تا دونه چنگ داشتم اینجوری بود دیگه یک و دو و رفتم همون مثل نوت چنگ میمونه یعنی همون رفت و برگشت دو تا دونه دو نوت چنگ تو برگشت باید بگم و او یعنی میگم یک و او دو و او سه و او چهار و او یا با این سیستم های بخوام بریم میشه یک و او دو و او سه و او چهار و او یا میشمرم یک و او دو و او سه و او چهار و او خیلی آسونه خب همونطور که تو تصویر می‌بینید، الگوی بعدیمون دو تا دلار چنگ یه دونه چنگه ما برای اینکه این الگو رو اجرا کنیم کافیه که روی رفت دستمون دو تا نوت اجرا کنیم و تو برگشت یه دونه یعنی میشه یک او و، دو او و، سه او و چار او و یا میتونم بگم دو 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 دو, دو. اگه با این سیستم بخوام برم میشه یک او و دو او و، سه او و. میتونم این او آخرم حساب کنم به این شکل بگم یک او و یک او و یک او و, و بعد حسبش کنم یک او و دو او و سه او و چهار او و الگوی بعدیمون همونطور که میبینید الگوی یکی یه مقدار با چالش همراهه ما برای اینکه بتونیم این رو اجرا کنیم به این شکل عمل میکنیم اول فرض کنیم که چهار تا دونه نوت دولاشنگ داریم اجرا میکنیم یعنی هست یک او و او دو او و او سه او و او حالا کافیه که برای اینکه این, این الگو رو اجرا کنیم و رو حذف کنیم یعنی بگیم یک او او یک او او یک او میتونم اول و رو آروم بگم اینجوری بگم یک او او یک او او یک او او حالا پشت سرم. یک او او یک او او یک او او یک او، او. یا میتونم با شمارش برم ببینید با شمارش میشه یک دو چهار یک دو چهار یک دو چهار

من رو یک اجرا میکنم رو دو هم رو سازم نوت میزنم دیگه سه و چهار نوت نمیزنم میذارم همون صداش کشیده بشه میشه یک دو یک دو یک دو یک دو, یک دو. یک دو حالا میگم دو 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 دو, 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 دو. یا اینکه میتونم بشمارم یک دو سه یک دو سه چهار حالا بگم یک او یک او یک او یک او یک او, یک او. یک او یک او نهایتاً الگوی پایانی اون یه چنگ نقطه دار یه دونه دولا برای اینکه این الگو رو اجرا کنیم فرض میکنیم چهار تا دلار چنگ داریم یک دو سه چار دو دو سه چار حالا کافیه که رو شماره یک یه نوت بزنیم دو نزنیم سه نزنیم رو چهارم یه نوت بزنیم یعنی رو یک و روی چهار نوت بزنیم به این شکل میشه یک دو سه چار یک دو سه یک دو سه چار. حالا دو سه رو دیگه نجواگونم نمیگم حذفش میکنم میگم یک چار یک چار یک چار یک یا میتونم با یک او و او بگم میشه یک او, یک او یک او یک او یعنی من یک رو میگم او و رو تو دلم میگم دوباره او رو میگم یک او یک او یک, او یک او یک حالا باید یک رو بکشم چون قرار این نوت کشیده بشه یک او یک او یک او یک خب پس تا اینجا کار با این شیش الگو ریتمی که توشون نوت دولاش چنگ استفاده میشه آشنا شدیم دیدین که کار خیلی پیچیده ای نیستش فقط کافیه که شما سازتون رو کنار بذارید و تلاش کنید که یه مقدار جداگانه و با شمارش این الگوها رو تمرین کنید و بعد ببرید روی ساز این الگوها رو با نوت‌های مختلف ترکیب کنید. ازتون میخوام که توی چند روز آینده این الگوها رو خوب تمرین کنید تا تو جلسه بعدی با هم دیگه چند تا جمله موسیقایی رو با این الگوها بخونیم و تمرین کنیم. خوشحال میشم برای حمایت از من چنل من سابسکرایب و فالو کنید تا ویدیوهای بعدی خدافظ.